نهادها و گروه های مسلمان در بنبعی هند پویشی را با هدف ترویج تعالیم پیامبر خدا صلی الله علیه و آغاز نمودند. نهادها و گروه های مسلمان بنبعی این پویش جدید را با هدف گسترش تعالیم و معارف محمدی و نیز دفع شبهات از ساحت دین مقدس اسلام آغاز کردند. گزارش همکارم علی اکبری در این زمینه را با هم ببینیم. شماری از نهادهای مسلمان شهر بمبئی در کشور هند پویش جدیدی را با عنوان پیامبری برای همه و با هدف ترویج تعالیم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آغاز نمودند. بنابر گزارش سایت امید دات کام انتظار می روید که این ابتکار عمل با عنوان پویش پیانبری برای همه با مشارکت طیف وسیعی از مساجد، حوزه ها، مدارس و دانشگاه های تحت مدیریت مسلمانان، سازمان های مردم نهاد، مجموعه های فرهنگی و اجتماعی و دیگر نهادها همراه باشد. رهبر این پویش، آقای یوسف آبراهانی وکیل مدافع عضو کنگره ملی هند و نیز مدیر باشگاه ورزشی اجتماعی اسلام جیمخانه خانه به خبرگزاری IANS گفت ماهیت این جنبش صرفا تبلیغ مذهبی نیست بلکه هدف اصلی ما رساندن پیام محبت صلح و برادری از سوی پیامبر خدا به برادران غیر مسلمان جامعه می باشد تا اینکه درک بهتری از آین اسلام و پیروان آن حاصل گردد علاوه بر احتمام به رساندن پیغام پیامبر اسلام به بشریت این پویش توجه ویژه‌ای به مسائلی همچون حفظ محیط زیست و منابع آب مهرورزی نسبت به افراد توحید است و بی خانمان، ایتام، قشر کارگر و نیز بانوان خواهد داشت. همچنین امیر ادریسی رئیس انجمن متخصصان مسلمان AMP ای به این خبر گذاری گفت حدود 500 مسجد، 400 مدرسه و 20 دانشگاه در بمبئی به این پویش پیوستند. وی افزود: در حال حاضر با ارسال درخواست همیاری به خانواده ها از طریق دانش آموزان مشغول جذب مشارکت در این پویش هستیم و از آنها می خواهیم تا در روز 9 اکتبر با دعوت حداقل پنج نفر از اهالی یا همسایگان به صرف یک وعده غذایی در منزل خود تلاش نمایند پیغام پیامبر اکرم را به میهمانان خود منتقل کنند همچنین درخواست هایی با مزامین مشابه از طریق شبکه های اجتماعی در حال ارسال می باشد. شورای بزرگان مسلمان پیشتر در سال جاری پویش نوینی را با تاکید بر بردباری در سیره پیانبر اکرم نسبت به صلح و دوستی با انسان ها آغاز نمود. پویش پیانبر بشریت بسیاری از محققین عالی رتبه اسلامی را با خود همراه داشت که توصیف خود را از پیانبر خدا صلی الله علیه و آله علی به جهانیان عرض نمودند. علی اکبری اخبار شیعه